سلام، من آرشم، اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه شما دارید منو ببینید قطعا به شعر علاقه مندید. پس بریم سراغ غزل 11 هم دیوان حافظ. قبل از تفسیر غزل یه سری صحبت های خیلی مهم دارم، بنابراین حتما تا انتهای پستم رای من باشید. خب ممنون از اینکه این کانال رو حمایت میکنید. با حمایتتون این کانال رو الان که دارم این پست رو میذارم براتون، فکر میکنم در یوتیوب به 1400 سابسکرایبر رسوندید و این جامعه داره بزرگ میشه و میبینم که افرادی دارن علاقمند میشن به کانال و امیدوارم که با هم ادامه بدیم به این یاد گرفتن، در کنار هم یاد بگیریم. نکته ای که لازم دونستم قبل از خوانش و تفسیر این غزل براتون بیان بکنم اینه که من از تعصب و افراط و تفرید در تفسیر شعر کلا بیزارم و میبینم که کامنت هایی میاد مخصوصا در رابطه با پست های حافظ و احساس میکنم این مسئله قراره جلوتر عجیب و غریبتر هم بشه و بیشتر رخ بده در رابطه با شخص حافظ، که سعی در مصادره شخصیت حافظ به نفع عرفان، به نفع عرفا و به نفع حتی دین و مذهب دارن متاسفانه. بنابراین من لازم تونستم نظر شخصی خودم رو واضح بدون حاشیه خدمتتون عرض بکنم. از نظر من اگر رتبه هنری حافظ در سرودن غزل اینجا باشه، رتبه عرفانی حافظ اینجا هم نیست. بنابراین بی‌تعارف صحبت میکنیم. چرا؟ من دلایل خودم رو دارم و این غزل رو به نوعی میخوام براتون تفسیر بکنم، حداقل چون این غزلی که الان براتون میخوام بخونم بسیار تفاسیر عرفانی ازش، تفاسیر عجیب و غریب عرفانی ازش دیدم، در صورتی که شعر کاملا زمینی است و برای هر بیتش براتون فکت ارائه میکنم که چرا این حرف رو دارم میزنم و دلیل میارم. اما برای اینکه من فقط صحبت های خودم رو به شما منتقل نکرده باشم، از صحبت های بهاءالدین خرمشاهی استفاده میکنم. یکی از بزرگترین حافظ شناسان و حافظ پژوهان ایران هست. او حافظ پژوه هست، اتفاقا قرآن پژوه هم هست. 12 جلد کتاب هم در رابطه با حافظ نوشته. 3 دلیل مهم میاره برای اینکه حافظ رو ما باید شاعر بدونیم نه عارف. دلیل اول، میگه حافظ عرفان شناس است ولی عارف نیست. چرا؟ یکی از دلایلش نگرش تنظامیز و شکالودش به مباحث عرفانی و انتقاد و اعتراض دائمی به مسائل عرفانی و دینی هست و اینکه او برای اینکه مارک عرفان و عارف رو بهش بچسبونیم زیادی هوشیاره. مقایسهش بکنید با شیدایی و از خود بی خود شدگی مولانا، متوجه عرض من میشید. و این فقط نظر آقای خرمشاهی هم نیست، نظر بسیاری از بزرگان ادبیات هست، علامه قزوینی، دکتر غنی، دکتر منوچهر مرتضوی، اینکه جنبه عرفانی حافظ نسبت به جوانب دیگر او و جوانب هنری او در سرودن غزل خیلی کم اهمیت داره. دلیل دوم، او با مضامین عرفانی و فلسفی آشناست. حتی حافظ قرآن، بله درسته، برای اون دوستانی که میگن او حافظ قرآن برای همین تخلصش حافظ هست، بله من بارها اینو اعلام کردم خدمتتون، ولی اون متعهد به یک مسیر و طریق خاص نیست. اصلا جذابیت حافظ هم به همینه، او در زمینه عرفانی مؤسسه یک مکتب و نظریه نیست، صاحب نظریه نیست و در شعرش اتفاقا فریاد میکشه، خودش رو در جایگاه پیر نمیدونه، همیشه خودش رو مرید پیر میدونه، یعنی خودش رو عارف نمیدونه. من نمیدونم چجوری اصرار دارن بعضی از دوستان که نه او این گونه بوده و همه اشعارش عارفان است. بنابراین او جایگاه رفیعی داره در تاریخ ادبیات ایران، ولی نه به خاطر رتبه عرفانیش، بلکه به خاطر توانایی عجیب و غریبش در سرودن غزل که هنوزه واقعا از مادر زاییده نشده کسی که حتی در نزدیکی مرزهای حافظ غزل بگه. او استثنایی بود در این زمینه. بنابراین او حافظ قرآن هست، بله، قرآن شناس هست، بله، اصلا اهل فلسفه است، با معارف دیگری هم آشناست، ولی در درجه اول و در تحلیل آخر حافظ شاعره، عارف نیست. ولی از اونجایی که ضریب هوشی حافظ در سرودن غزل بسیار بالا بود، او دائما با ایهام و دو پهلو صحبت میکرد و متاسفانه این فرصت فراهم شده برای اون دوستانی که خیلی با تعصب میخوان همه این اشعار رو مصادره بکنن به نفع عرفان و هر میی که در هر شرابی که در شعر حافظ میاد رو بگن شراب الهیه.
هر مطربی رو راجع بهش نظر دیگه بدن، می یه چیزی، معشوق یه چیزی، نه اینطور نیست. بنابراین اون دو پهلو صحبت میکرد به خاطر این هوش بالاش در سرودن شعر، نه اینکه صرفا شما تفاسیرتون دائما عرفانی باشه. مطمئن باشید، مطمئن باشید اگر حافظ هم عین خیام رو صحبت میکرد، تا الان حافظ رو هم مثل خیام ترد کرده بودن و از کتب درسی کنار گذاشته بودن. الان در ایران در کتب درسی رباعیات خیام حذف شده، چون خیلی واضحه، یعنی شما نمیتونی خیام رو دیگه مدل دیگه ای تفسیرش بکنی. خیلی رو صحبت کرده. کی؟ خیام. خیامی که همه چیزدان بود، علوم نجوم رو میدونست، در ریاضی که اصلا ایشون بسیار متبحر بود، یعنی یه چند سری از اصول اساسی ریاضی مدیون خیام هست. ادبیات همینطور، فلسفه همینطور. ولی در کتب درسی ما رباعیات خیام که اتفاقا دلیل شهرتش در جهان غرب هست و همه به واسطه ترجمه‌ای که از رباعیات خیام در غرب شده میشناسنش، جدا از این که اونایی که یه مقدار حرفه‌ای تر هستن به خاطر خدمات خیام به ریاضیات هم که او رو کامل میشناسن، ولی اعم شهرتش به خاطر رباعیاتش است. رباعیات رو از کتب درسی به کلی حذف کردن الان چند ساله. این بلایی است که نمیتونن سر حافظ بیارن، به خاطر اینکه رتبه ادبی حافظ، رتبه غزل حافظ اونقدر بالاست که نمیشه ازش چشم پوشی کرد، یعنی اصلا نمیتونی بذارش که اونو سرمایه ادبی ایران به حساب میاد. بنابراین چه بکنیم؟ بیایم همه اشعارش رو عارفانه تفسیر بکنیم. نه، من با این کاملا مخالفم. با این تفاسیر زلف و خال و می و مطرب و معشوق اینا هر جا در شعر حافظ میبینیم که نباید شروع بکنیم اینا رو عرفانی معنی بکنیم و تفسیر بکنیم. انصاف رو بخوایم در نظر بگیریم، اهل عرفان و عرفان شناس بوده، اما اینکه عارف تمام عیار بدونیمش ظلمه. یعنی ما اگر حافظ رو عارف تمام عیار بدونیم، تمام اشعارش رو عرفانی تفسیر بکنیم، واقعا خیانت کردیم به در حقیقت هنر او در سرودن غزل. و بالعکسش هم همینطور، اگر همه رو عاشقانه تفسیر بکنیم، خیانت کردیم به تفکر و در حقیقت علم حافظ، اینکه او عرفانشناس هم بوده. ولی یک دهم، یک بیستم اشعارش توی در حقیقت دیوان حافظ عرفانی هست. و مهمترین دلیلی که از چسبوندن لغت عارف تمام عیار به حافظ جلوگیری میکنه از دیدگاه آقای خرمشاهی و همچنین بنده و همچنین خیلی از عزیزانی که این گونه فکر میکنن راجع به حافظ، ببینید خیلی دقت بکنید، خیلی دقت بکنید، مهمترین دلیل زندگی دوستی حافظ است. غنیمت شمردن حیات و زندگی. بارها و بارها در شعرش در دیوان حافظ ستایش کرده نعمتهای دنیاوی رو و اینکه از غنیمتهای دنیا استفاده میکنه و اینکه اصلا از زندگی لذت میبره. تو دیوان حافظ این توابی بسیار سرشاره، در صورتی که عرفان بدون زهد و بدون پارسایی، یعنی بدون کنار گذاشتن نعمتهای دنیا و لذات دنیا، اصلا بی‌معنی است. داره اصلا خود حافظ فریاد میکشه این مسئله رو. من از اشعار خودش استفاده میکنم، میگه نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. نه فقط من این پرده تقوا رو کنار گذاشتم، من نتونستم تقوا پیشه بکنم، پدرم هم همینطور بهشت رو برای همین از دست داد. و باغ فردوس لطیف است ولی کن زنهار، تا غنیمت شمری سایه بید و لبه کشت. یا باغ فردوس داره، بهش قشنگه، ولی توقف کن، یه دقیقه صبوری بکن، همینجا لبه بید هست، اینجا سایه بید هست. منظورش داره میگه زندگی رو باید مغتنم بشمورید. این کاملا مخالف با طرز فکر عارف هست. این یک. جای دیگه میگه پارسایی و سلامت هوسم بود، ولی شیوه ای میکند آن نرگس فتان که مپرس. دلم میخواد پارسا باشم، تقوا داشته باشم، ولی نمیشه این معشوقهای دلربا با اون شیوه رفتارشون اجازه به من نمیده. حالا دو پهلو صحبت کرده و یه سری میتونن ازش تعابیر دیگه ای بکنن، ولی خیام خیلی اینا رو روتر میگفت، بنابراین کلا حذفش کردن. خیام در رابطه با همین دیدگاه حافظ که میگه باغ فردوس لطیف است، بهشت خوبه، ولی توقف بکن، نسیه رو نچسب، نقد و ول بکن، همینجا دنیا این همه جذابیت داره، خیام خیلی واضح تر اینو میگه. گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگوین خواهد بود،
گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. دیگه اینو نمیتونن مدل دیگه ای تفسیرش بکنن، برای همین از ریشه کلن حذفش میکنن از کتب درسیمون. داره میگه که بهش، آره میگن توی بهشت حوری هست و حوری به همون میدن و معشوقهای خیلی زیبا به همون میدن و شراب ناب میدن و انگبین شیرین میدن. و خب حالا اگر ما می و معشوقه رو، شراب و معشوقه رو در همین دنیا انتخاب کردیم، چه خیالی هست؟ عاقبت کار که همینه که، حالا چه این ور چه اون ور. بنابراین در قاعده کلی در شعر حافظ سه نوع می هست. یک، می انگوری. یک گذاشتم چون بیشترش همینطوره. دو، می عرفانی هست. و سه، می تمثیلی هست. یعنی یک می که برای تعابیر شاعرانه، برای قشنگتر کردن شعرش و برای مثال ازش استفاده میکنه. بنابراین حافظ در عرفان به گرد پای سنایی، عطار و خب یک سر و گردن از همینا و از همه بالاتر مولانا نمیرسه، چون از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه خرقه صوفی رو یا به آتش بکشه یا آغشته به شرابش بکنه. بنابراین خواهش میکنم از اون دوستانی که با تعصب دارن اشعار حافظ رو بررسی میکنن و سعی میکنن تفسیرش بکنن، خواهش میکنم تعصب رو در رابطه با حافظ کنار بگذارید، چون خیانت به این که از هنر او لذت نبرید. یعنی این هنری که او در سرودن غزل داشته رو بذارید کنار، صرفاً برید همه رو عرفانی تفسیر بکنید. خیر، لطفاً از شخصیت و ماهیت حقیقی حافظ لذت ببرید. خواهش من اینه. بریم سراغ خوندن این غزل، غزل 11 که غزل بسیار جذاب و معروفی هم است. میگه ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. بریم و برگردیم با هم شعر رو تفسیر میکنیم. خب ببینیم که وقت رو تلف کنیم، بریم سراغ تفسیر این غزل که غزل معروف و اتفاقا خیلی زیبایی هم هست. در بیت یک حافظ میگه ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ساقی که در معنی لغوی به معنی رفع کننده آتش هست، به کسی میگن که آب میاره، عملا به کسی که آب میرسونه و آتش رو رفع میکنه، ولی خب در شعر و در فرهنگ ما ساقی به کسی میگن که شراب به ما میرسونه. برافروز یعنی روشن کن، جام هم که این پیاله رو میگه، این پیاله شراب رو میگه، مطرب هم که معنی نوازنده و خواننده است. معنی این بیت قطعا طبق صحبتایی که کردم این نیست که حافظ از ساقی خواسته که دلش رو با نور شراب عرفانی و معرفت روشن بکنه. دسته از عزیزانی که این تفاسیر رو میکنن برای این عقیده هم که عارف چون ناچار بوده سر در حقیقت اسرار هستی رو برملا نکنه برای کسایی که محرم نیستن بشنون، عارف نیستن، یعنی در اون سطح نیستن، برای همین با استعاره و رمزآلود صحبت میکرده که نامحرمان به رموز عرفانی و فهم اسرار عرفانی توانشو نداشته باشن و آگاه نباشن، که این تظاهر بیشتر نیست، چون واضحه داره چی میگه در ابیات بعدی که پرواضح میشه. داره میگه ای ساقی در این جام می ما، این پیاله ما، این شراب خالص رو بریز و با نور و خلوص این شراب این پیاله ما رو روشن کن، نورانی کن. و این مطرب میگه بزن شروع کن به خوندن، تو هم آواز سر بده بخون، چون
دنیا به کام ما شده و داره بر وفق مراد ما میچرخه. در جهت این که اطمینان دارم از این مسئله اینه که مسیر حافظ مسیر عشق و انسانیت و محبت و دلدادگی بوده، یعنی از نوشیدن می صحبت میکنه، قطع به یقین گهگداری هم مینوشیده، ولی قرآن و شریعت رو وسیله برای تظاهر نمیکرده و این طرز فکر یعنی همون رندی، یعنی اینکه او حافظ قرآن بوده رو دلیل نمی کرده و تله نمی کرده برای کسب منفعت از اطرافیان و مردم، و این اصلا معنای مکتب فکری او رندیست. میگه خودش حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر نکن چون دگران قرآن را. قبلا این غزل رو براتون تفسیر کردم، لینکش رو این بالا میذارم. اصلا حافظ به همین یعنی به خاطر اینکه خودش رو متعهد به یک مسیر نمیدونسته، تاکیدم برای همینه، برای اینکه جهان بینیش فراقومی و فرامذهبی بوده، محبوب دل تمام متفکران و اندیشمندان با گرایشات مختلف دینی و غیر دینیه. اتفاقا در قالب هیچ مذهب و مسلکی نمی گنجه و اتفاقا تمام نبوغ و هنرش رو در جهت زدودن و پاک کردن فکر مردم از خرافات به کار گرفته. حالا چرا دنیا داره به کام ما میچرخه؟ در حقیقت ساقی داره میگه بیا اینو بریز به مطرب، هم میگه شروع بکن به خوندن و ساز و آواز که دنیا به کام ما داره میچرخه بر وفق مراد ما. چرا؟ در بیت دوم، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر از لذت شرب مدام ما. رخ که به معنی چهره و صورت هست و این شرب مدام، شرب به معنی نوشیدن هست و این مدام به معنی شراب هست و به معنای پیوسته و همیشگی هم هست، ولی کلن این تعبیر شرب مدام یعنی نوشیدن همواره و پیوسته شراب نوشیدن. ما داشت میگفت اینا رو این کار رو بکنین، ساقی شراب بیار، مطرب شروع کن بزن بخون. چرا؟ به خاطر اینکه ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر از لذت شرب مدام. داره میگه ای کسی که از این لذت پیوسته و همواره ما، از این شراب نوشیدن و لذت پیوسته و همواره ما بی خبر و بی اطلاع هستی و ازش درکی نداری و ما رو اتفاقا سرزنش هم میکنی، ما عاشقان رو، چون زمانی که این پیاله رو بر میداریم و شراب درونش میریزیم، عکس صورت معشوق و محبوبمون رو درونش میبینیم. اصلا علت این که ما شراب مینوشیم صرفا خود شراب نیست، که اینه که عکس رخ یار و محبوبمون رو تو این پیاله میبینیم و صرفا از خوردن خود شراب نیست که ما لذت بریم. شما از این حقیقت بیخبرید، برای همین به شراب خوردن ما پیله میکنید. به شیخ و زاهد داره این حرف رو میگه، میگه شما از این لذت شرب مدام ما بیخبرید، فکر میکنید که ما شراب رو برای خود لفظ شراب داریم میخوریم. و اینو در نظر داشته باشید، نکته مهم اینه که حافظ داره تو جامعه زندگی میکنه که از نظر دین و شریعت شرابخوری گناهه، یعنی گناهکار به حساب میاد، بنابراین داره به این وسیله از خودش دفاع هم میکنه، میگه که اون چیزی که شما دینداران فکر میکنید ما نیستیم، میگه ما شراب نمیخوریم که از خودمون بیخود بشیم در حقیقت بدمستی بکنیم، گرچه به ظاهر داریم شراب میخوریم و گناهکاریم، ولی اینجوری نیست که اگه شراب میخوریم از بندگی خداوند غافل شده باشیم، نه، و صرفا هدفمون خوردن شراب و مست شدن و بدمستی کردن باشه، نه، ما به خوردن شراب در بدی غرق نمیشیم، بلعکس اتفاقا عکس رخ یار و معشوقمون رو داریم توش میبینیم، در این پیاله شراب میبینیم و مینوشیمش و اتفاقا دوچار راستی و صداقت میشیم، دوچار همون تعبیری که قدیم گفتم مستی و راستی میشیم، دوچار درستی و صداقت میشیم وقتی از خود بی خود میشیم و این شراب رو میل میکنیم مینوشیم. ولی اگر در جام شراب پلیدی و زشتی و بدی میدیدیم قطعا نمینوشیدیمش و سر نمیکشیدیمش. دان جای دیگه میگه، عرض کردم براش فکت میارم، جای دیگه از خود دیوان حافظ هست که میگه باده نوشی که در او رنگ و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او رنگ و ریاست. این که ما اگه رنگ و ریا نباشه، اگه قصد بدی نداشته باشیم و درو نباشیم، این شرابخوری ما بهتر از اون زهد فروشی و تقواییه که یک زاهد میخواد تو چش مردم بکنه ولی ریاکارانه است. و میرسیم به بیت سوم که علاوه بر اینکه شاه بیت این غزل هست، زیباترین بیت این غزل هست، یکی از زیباترین و به یاد ماندنی ترین ابیاتی است که کلا حافظ سروده، به خاطر اینکه تقریبا همه به گوششون این بیت آشناست و شنیدن. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
جریده به معنی دفتری هست که توش وقایع رو ثبت میکنه و جریده عالم به معنی دفتر روزگار هستین، دفتری که روزگار اتفاقات رو درش بایگانی میکنه و یادداشت میکنه. دوام هم به معنی جاودانگی هست. در میگه هرگز کسی که با عشق آشناست و دلش به نور عشق زنده است و زنده شده و در مسیر عاشقی قدم گذاشته، مرگ نداره، نابود نمیشه، فنا نداره، چون قلبی که با عشق و محبت بتپه به لطف و برکت این عشق دچار حالتی میشه که هیچ وقت فنا نداره و حتی اگر دچار مرگ جسم بشه، بمیره و دفنش هم بکنن، این مرگ براش یک مرگ ظاهری به حساب میاد. چون وقتی که دلش به عشق زنده باشه و یک عشق غلیظ و عمیق داشته باشه، آوازه این عشق، خبر این عشق چنان در همه عالم میپیچه که جاودانه میشه. مثلا مثالش خود حافظه. چند صد سال پیش حافظ فوت کرده ولی هنوز هم که هنوز زنده است. امروز که من میخونم، شما مشتاقید که بشنویدش. حتی عجیبتر، عشاق واسه این که بدونن به هم میرسن یا نمیرسن یا اتفاقات زندگیشون چجوری رقم میخوره، دیوان حافظ رو ور میدارن و فال میگیرن. حتی به حالت سمبولیک، میدونم سمبولیکه، ولی اینقدر این بشر رو با عشق میشناسن و برای همین اقتدا میکنن بهش. بیت چهارم میگه چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو سنوبر خرام ما. سهی قد به معنای راست قامت و بلند قد هست، بلند قامت هست. سنوبر به معنای درخت سپیدار هست، اینجا کنایه از معشوق خودش هست. و خرام، خرامیدن به رفتار میگن که با ناز و کرشمه و در حقیقت اینجور مسائل همراه باشه، یعنی جذاب باشه، دلبر باشه، دلربا باشه. داره میگه ناز و ادای این دلبران بلند بالای اشفگر فقط تا وقتی اعتبار داره، تا وقتی اصلا به چشم میاد که این معشوق همچون سرو و سنوبر من وارد بشه و شروع به دلبری کنه. یعنی اصلا فقط دلبری و طنازی و جذابیت معشوق منه که در حد کماله و امروزی بگم عملا تهشه. یعنی فقط دلبر و معشوق منه که دیگه ته دلبریه. اون ناز و ادای بقیه این اشفگران و دلبران این دستگرمیه واسه در حقیقت معشوق من که بیاد به میدان و همه اینا غلاف بکنن بدن کنار. بیت دیگه ایده، اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. در بیت پنجم میگه ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گلشن به معنی گلستان هست، احباب جمع دوستان و یاران، زنهار در اینجا یعنی حواست باشه و فراموش نکنی، حواست رو جمع کن. عرضه کردن به معنی به عرض رسوندن و در حقیقت کلام رو منتقل کردن هست. و بر جانان یعنی برو پیش معشوق من، در محضر معشوق من، خدمت معشوق من و این پیام من رو برسون. داره میگه ای باد سبا که پیام رسان عاشقان هست. من راجع به باد سبا قبلا مفصل صحبت کردم، لینک یکی از غزلهایی که راجع به باد سبا صحبت کردم اگه در یوتیوب هستین بالا براتون میذارم، بعدا برید بهش مراجعه بکنید ببینید. داره به باد سبا میگه ای باد سبا اگه مسیرت به این کوی معشوق ما افتاد، اگر به گلشن و گلستان احباب یعنی جمع یاران و دوستان گذر کردی، مسیرت به کوی معشوق منم افتاد، زنهار حواستو جمع کن، عرضه ده بر جانان پیام ما. این پیامی که من دارم بهت میسپرم و لطفاً ببر به معشوق من، رسماً بهش ابلاغ کن، بهش بگو. حالا پیام چیه؟ در بیت بعدی میگه گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. اصلا معرکه است این بیت. دو حالت داره دیگه. داره میگه که داره عملا در معنی من معنیشو بخوام بگم، داره میگه برو به معشوق من بگو تو یادت برای چی زور میزنی منو از یاد ببری، چرا هی عمدن تلاش میکنی که در حقیقت اسم منو از یادت ببری. خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما، خودشون روزی میاد که بالاخره در حقیقت یاد ما رو نمیاری، دیگه ما رو یاد نمیکنی، ما دیگه یادت نمیافتیم. حالا این دو حالت داره. حالت اولش این که این که میگه روزی میرسه که دیگه ما رو به یاد نیاری، حالت اول اینه که خب زور نزن که ما رو از خاطر ببری، اسم ما یادت بره. بالاخره یه روز ما دوچار مرگ میشیم و ما هم میمیریم، بالاخره از یادت میریم دیگه، ما رو از یاد میبری. و حالت دوم اینه که بالاخره یه روزی میاد که جدایی و فراق بیفته بین ما و خب بالاخره اسم من رو از یاد ببره. ولی حافظ انقدر باهوشه که خیلی خوب میدونه
اینجا وقتی داره این رو به سبا میگه که ببر بهش برسون، یعنی میدونه که اون به یاد حافظه که داره زور میزنه عمدن فشار میاره به خودش که یادو از کلش بکنه بیرون. بنابراین اینجوری این طنزآلود اینو بیان میکنه که من میدونم تو فکر منی، من حواسم هست، حالا چرا داری زور میزنی عمدن دیگه منو از یادت ببری؟ خدا یاد آن که یاد نیاری ز نام ما. من داره میگه خودش میاد اون روزی که منو به یاد نیاری، ولی از اونجایی که میدونه اون معشوق به فکر حافظ اون لحظه و داره تلاش میکنه که حافظ رو از ذهن خودش بیرون بکنه و نامش رو از یاد ببره، اتفاقا به باد صبا میگه ببر این خبر رو بهش، برو این سوال ازش بپرس که اتفاقا بیشتر ذهنش درگیر من بشه. این نشون دهنده هوش حافظ هست، چون میدونه با رسوندن این پیام معشوق بیشتر اتفاقا تو فکر حافظ فرو میره. و در بیت هفتم بسیار جذاب مطرحش کرده، میگه مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. زمام به معنی در حقیقت عنان و اختیار هست. شاهد دلبند استعاره از معشوق دلبرش هست و مستی به چشم در حقیقت شاهد دلبند ما خوش است. مستی این حالت خماری و مستی چشم رو میگه که وقتی کسی مست هست چشماش خمار میشه و معتقده که این به زیبایی معشوق اضافه میکنه. داره میگه این حالت مستی فقط در چشمان معشوق من زیباست. مستی اینو دوبار میشه، البته دو مدل میشه اینو تحلیل کرد، هر دو مدلش رو عرض میکنم خدمتون. نوع اول اینه که مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است و حالت دوم اینه که یه فاصله بذاریم، مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است. حالا عرض میکنم یعنی چی. تو حالت اول داره میگه این حالت مستی فقط تو چشمان معشوق من زیباست، یعنی اینجوری نیست که هر کسی باده نوشی بکنه و شراب بنوشه چشماش خمار بشه، چشاش به زیبایی معشوق من بشه. از همون جای این مستی زیبایی چشم معشوق من رو صد چندان میکنه است و جادویی میکندش، برای همینه که من اتفاقا به مستی علاقه من نم. و از همون روز ازل لحظه خلقت انان و اختیار زندگی منو به دست مستی سپردن. این یه حالته. و حالت دومی که اگر بین مستی و باقی در حقیقت مصرع اول فاصله بذاریم اینه که شاهد دلبند من یعنی معشوق من مست رو میپسنده. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، یعنی شاهد دل معشوق من دوست داره این که من مست میکنم، من مست هستم و خمار هستم رو. بنابراین از این جهته که از روز ازل زمام امور ما و اختیار امور ما رو به مستی دادن. و بیت هشتم، بیت هشتم که من فقط نمیدونم که چه شکلی، یعنی اون دوستانی که با تعصب این اشعار رو عارفانه معنی میکنن و اینجا می رو می الهی میدونه، اصلا من نمیدونم با چه منطقی این اشعار رو این شکلی بعضیاش رو معنی میکنن. عرض کردم من در ابتدا اگه خاطرتون باشه غزل اولی که از حافظ خوندم، الا یا ایها الساقی ادر کأسا مناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، غزل اول دیوان حافظ کاملا مشهوده که اون غزل غزل عارفانه ایه. من عرض کردم ابتدای همین پستم غزل عارفانه داره حافظ، ولی بسیار کمتر از غزل های عاشقانه‌اش در دیوان حافظ است. یعنی عملا دیوان حافظ هر جا که از می و معشوق صحبت میشه راجع به خداوند صحبت نمیکنه، که راجع به در حقیقت حضرت معبود صحبت نمیکنه. نه، این اصلا یکی از نمونه های بارزشه که من میمونم اصلا چجوری این غزل رو عارفانه معنی میکنه. میگه ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. صرفه یعنی سود، فایده. آب حرام هم که منظور شراب است. داره میگه من میترسم از این. ببینید واضح داره صحبت میکنه، داره میگه شیخ و یه زاهد ریاکاری که مینازی به این که نون حلال در میاری و میخوری، فکر میکنی در روز قیامت این نونی که در حقیقت به زعم خودت به نظر خودت حلاله، قراره در اون دنیا روزی که قراره رسیدگی بکنن به امورت، خدا به سود تو عمل میکنه و میفرستدت صاف بهشت به خاطر اینکه نون حلال خوردی. خیلی خوشبین نباش به این موضوع، چون من میترسم وضعیت ما شرابخواران که به ظاهر گناهکار هستیم، شراب خوردیم، در روز قیامت وضعیت تو بهتر باشه که این نون به ظاهر حلال رو میخوری، اتفاقا قراره این همین نون به ظاهر حلال اون ور یقت رو بگیره. چجوری اینو من نمیدونم اون مدل تفسیرش میکنن. داره میگه ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، روز قیامت، یعنی میترسم که خیلی هم به نفعت نباشه این
نان حلالی که تو شیخ میخوری به زعم خودت، به نظر خودت نون حلال میخوری، این فکر نمیکنم برتری نسبت به اون آب حرام و شرابی که ما مینشینش. این سه تا نکته مهم در این بیت هست که طبق معمول داره به ریاکاری کسانی که در لباس دین و شریعت کسب منفعت میکنن اشاره میکنه و اونا رو نقد میکنه و اتفاقا از سر دلسوزی داره بهشون اخطار میده، میترسن به حالتون. سه تا نکته چیه؟ نکته اول این که این نونی که میخوری، داره به شیخ میگه، این نونی که میخوری به ظاهر حلاله ولی حلال نیست. اگه حلال بود که مشکلی نداشت. میگه به ظاهر حلاله چون حلال نیست. چرا؟ چون داری از این لباس سوء استفاده میکنی، از این لباس صوفیگری و لباس شیخی داری سوء استفاده میکنی، با ریاکاری کسب مال و منال و منفعت میکنی از این لباس و برابری این نون رو داری با تو خون خلق میپزی. یعنی مردم رو میتونی با ریاکاری گول بزنی، ولی خب خدا که روز حساب و کتاب ازت گول نمیخوره. این باعث نمیشه اونور خدا بهت سودی برسونه و اتفاقا نفعی بهت بده که هیچی، حسابی به حسابت هم میرسه، حسابی خدمتت میرسه. و اتفاقا شهریار که یکی از در مکتب شعری مرید حافظ هست، یه بیتی بسیار جذاب داره در این رابطه. میگه با شیخ از شراب حکایت مکن که شیخ تا خون خلق هست ننوشد شراب را. جذاب هم از جفتش قرمزه داره. میگه با شیخ نمیخواد از شراب صحبت بکنی، ممکنه در ظاهر بهت بگی که نه این گناه و فلانه، ولی تا خون خلق هست، تا وقتی میتونه خون خلق رو بمکه و بنوشه شراب نمیخوره، نگران نباشه. نکته دوم این که شرابخوری ما، ببین خیلی خیلی مهمه، جای دیگه اشاره کردم، من عرض کردم دائما از ابیات خودش براتون فکت خواهم آورد. اینجا داره میگه این که ما شرابخوری ما گناه هم هست، اصلا گناه باش، اگر گناهی هم باشه نتیجهش متوجه خود ما میشه، ما مست میشیم، گناهو ما میکنیم دیگه، نتیجهشو خدا خودش میدونه، ما رفتیم مست کردیم گناه داریم. ولی لطف خداوند اونقدی هست که این گناهو نادیده بگیره، ولی گناهی که تو مرتکب میشی رو نتیجهشو مردم میبینن، نتیجهشو بقیه میبینن. یعنی این ریاکاری تو این و این بساطی که پهن کردی باعث فریب مردم میشه، این گناه بزرگیه. و اتفاقا اون دست از عزیزانی که مذهبی هستن میدونن که خدا یک جمله‌ای دارن، میگن از حق الناس نمیگذره، یعنی خدا از حق مردم نمیگذره. اینجا حافظ داره به این هم اشاره میکنه، میگه اگه من رفتم مست کردم، گناه شخصی منه، اون خدا میدونه، اون منو که خدا، من مطمئنم اونقدر بزرگ هست و بخشنده است که این گناه من نادیده بگیره. چرا این حرفو میزنم؟ شعر در این رابطه گفته. ولی گناهی که تو مرتکب میشی رو عمرن ببخشی، این ریاکاری تو رو. حافظ میگه لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش. رندی حافظ نه گناهی است صعب، با کرم پادشاه عیب پوش. داره میگه لطف خدا از جرم ما بیشتره. اگه به زعم شما ما شراب خوردیم گناهکاریم، باشه ما گناهکاریم، ولی لطف خدا خیلی از این گناه و جرم ما بیشتره. تو این نکته سربسته رو نمیدونی، پس ساکت باش، نکته سربسته نمیدونی، خموش. رندی حافظ نه گناهیست صعب، یعنی این که من رندی میکنم، رندانه زندگی میکنم، شراب مینوشم، از لذات دنیا استفاده میکنم، از نعمتهای دنیا استفاده میکنم، دنیا رو هم دوست دارم، این گناه صعبی و مشکل و همچین عجیب و غریبی نیست. برای کی؟ برای اون پادشاه با کرم عیب پوش، برای اون پادشاهی که کرم و بخششش اونقدر هست که عیب همه بندگانش رو میپوشونه. و در بهترین حالت، حالت سوم اینه که اگر شیخ خون خلق رو هم ننوشیده باشه، یعنی نونش رو در حقیقت خون خلق نزده باشه، باز هم حافظ این نان شیخ رو حلال نمیدونه، چون حاصل دسترنج و زحمت شیخ نیست. معتقده که صرفا با این چرخوندن تسبیحش نون در آورده. حرف من نیست، عرض کردم، فکت میارم. خود حافظ میگه ترسم که روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. و بیت نهم میگه حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. فشاندن که یعنی نثار کردن، و قصد دام یعنی قصد شکار. حافظ اینجا میگه اگر قصد وصال داری و وصال یار رو میخوای، این قطره اشک تو فدا کن، شاید
معشوق ببینه و یه نظری به حال زارت بکنه و دلش به رحم بیاد، این پرنده وصل با دیدن این قطرات اشکت به سمتت بیاد، این چه شکلی داره میگه مظلوم نمایی باید بکنی عملا، حالا اینکه شوخیه ولی داره میگه یعنی باید در راه عشقت حتی قطره اشکی هم بفشانی و اشک بریزی و نثار بکنی، بلکه این معشوق یه نگاهی به حال زارت بندازد دقل سر ترحم به سمتت بیاد. اشاره میکنه به این موضوع که معشوق همیشه در مقام ناز هست و عاشق همیشه در مقام نیاز. و بیت دهم که میگه دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. اخضر به معنای کبود و نیلی رنگ هست، به معنای سبز رنگ هم هست. اینجا که دیگه دریای اخضر این دریای نیلی رنگ، ولی در حقیقت معنی اصلی اخضر سبز رنگ هست. علتش این نیست که منظورش اینه که دریا سبز رنگه، نه، ما هنوز هم در مناطق مرزی کشورمون در بعضی مناطق این مرسوم هست که آسم به رنگ آبی سبز هم میگن، بنابراین اینجا اخضر رو استفاده کرده، لفظ بیهوده‌ای نیست. اخضر به معنای کبود نیلی رنگ هست، فلک به معنای آسمان و چرخ گردان هست، هلال به معنای هلال ماه هست اینجا، و اون حاجی قوام که در انتهای مصرع دوم اسمش رو به میون آورده از دوستان حافظ بوده که غزل رو عملا با آوردن اسمش به او تقدیم کرده در انتها. این کار رو حافظ زیاد کرده، نه فقط برای حافظ، بین بقیه هم مرسوم بوده در اون زمان یه وقت شعر رو به کسی تقدیم میکردن در انتها. حاجی قوام از دوستان حافظ بوده که در دستگاه دولت شیخ ابو اسحاق مشغول بوده، مثل که در امور مالیاتش فکر میکنم، و حافظ با خود این شیخ ابو اسحاق که اون موقع رئیس دولت بوده روابط صمیمانه‌ای داشته. و معنی بیت اینه که حافظ آسمون رو به دریا تشبیه کرده و این هلال ماه رو هم به یک کشتی در حال حرکت در دریا تشبیه کرده و داره میگه این حاجی قوام ما، همین دوستش که در دولت شیخ ابو اسحاق بود، میگه این اونقدر جاه و جلال و مال و منال داره، اینقدر قدرتمند و بخشنده هست که این دریای پهناور و هلال ماه در دقیقت دریای پهناور آسمان همه در نعمت حاجی قوام ما غرق هستن، سنت اغراق و بزرگ نمایی هست. و من همین انتها یک تیر آخری هم شلیک بکنم و اون دست از دوستانی که این غزل ها رو عارفانه تفسیر میکنن، شاه شجاع و شیخ ابو اسحاق، همین که الان اسمش رو آوردم، هر دو پادشاهانی شرابخوار بودن جفتشون. گوگل بکنید اینا رو به پرواضح براتون مشخص میشه، به وضوح اومد. و اتفاقا روابط هر دوشون با حافظ خوب بود، چون هر دوشون شرابخوار بودن و اتفاقا از باز بودن میکده حمایت هم میکردن، هم شاه شجاع هم شیخ ابو اسحاق. و اتفاقا برعکس اینا امیر مبارزالدین بود که حافظ متنفر بود ازش. حالا به شعرها میرسیم، عرض میکنم خدمتون که کجا با تنفر راجبی صحبت میکرد، اون میکده ها رو میبست. بنابراین دیگه اونا رو دیگه نمیشه توجیه کرد که اونا شاه شجاع و شیخ ابو اسحاق میبادن در میکده های عرفانی رو میبستن و باز میکردن، نه دیگه. من تفکر حافظ رو میشید از این مسائل درک کرد. بنابراین قصد همینه که همه اشعار حافظ عرفانی نیست، یعنی تعداد اشعار عارفانه او بسیار کمتر از اشعاریست که حاوی عشق زمینی هست و به همین دلیل هم اول غزل یه سری مکالمات طولانی رو عرض کردم خدمتون، صحبت ها ما عرض کردم خدمتون، برای همین که این رو بدونیم و سعی هم کردم که تماما درش فکت بیارم و از غزلهای خود حافظ اتفاقا درش استفاده بکنم. بریم و برگردیم، من جملات آخرم بگم پست رو ببندیم. خب ممنون از اینکه من رو همراهی میکنید، همراه من هستید و این کانال رو پروبال میدید و امیدوارم که در کامنت ها هم فعال باشید و حتما نظراتتون رو بر من کامنت کنید، مخصوصا در رابطه با صحبت هایی که توی این پست براتون در ابتدای پست انجام دادم. خوشحال میشم نظراتتون رو بدونم. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب ندارید، لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید که از بقیه پست ها جا نمونید. همینطور اینستاگرام، اگر در اینستاگرام من رو میبینید حتما من رو فالو بکنید، پست های جذابی هم اونجا براتون تدارک دیدم. و بقیه شبکه های اجتماعی من که همیشه لینکش در اختیارتون هست، برای اینکه اگر دلتون خواست شیرش بکنید، به عنوان مثال فیسبوک و لینکدین.
پستای من اگر خواستید شیر بکنید. اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوتری رو دارید، اگر در ایران هستید از لینک آیدی پی، و اگر داخل ایران نیستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوتری میتونید استفاده بکنید. خیلی برای ما مهم هست این موضوع، چون کمک میکنه به بهبود کیفیت این پست‌ها و استمرارش، و اینکه ما توان این رو داشته باشیم که بلند مدت این پروژه رو ادامه بدیم و تمام دیوان حافظ و بقیه اشعار شعرهای بزرگمون رو ادامه بدیم به تفسیر و معنی کردن و خوانشش و با همدیگه لذت ببریم. خیلی ممنون که این پست رو هم تا انتها همراه من بودید. امیدوارم توی پست‌های بعدی ببینمتون. به سلامت.